چالش خط دیورند در این روزها زبانزد سیاسیون کشور شده و مخالفت‌ها برای به رسمیت شناختن این خط شدت گرفته است. نمایندگان مردم در مجلس هم از شدت گرفتن کشیدگی‌ها میان افغانستان و پاکستان درباره خط دیورند ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که نیاز است تا جامعه جهانی برای حل این موزل بزرگ میان دو کشور دست به کار شود. ما دو راه داریم برای گرفتن یک اراضی که سرش دعوا داریم. یک راهی است که از روزای نخستینی که باید 12 سال بالا تیر نشده باشه از مراجع رسمی در مجمع سازمان ملل متحد ادعای خود افغانستان رسما هر بار بوده و هر بار دعوا بکنه. در 70 چند سال یک عریضه رسمی افغانستان نداده. اسناد و شواهد کافی به دست ما هم هست، به دست جانب مقابل هم هست. ما باید بریم با اسناد به طرف ICC یا محکمه جهانی بین المللی و او محکمه در مورد این قضیه تصمیم بگیره. حتی به نظر من بار فراندوم هم ما نمیتوانیم که به این قضیه بپردازیم به دلیل از اینکه به جانب مقابل اعتبار کافی نداریم. با این حال رئیس مجلس نمایندگان تاکید می‌ورزد که تصمیم گیری درباره خط دیورند حق تمام مردم افغانستان است و با برگزاری لویه‌جرگه درباره موزل دیورند تصمیم گرفته شود. موضوع خط دیورند یک موضوع ملی به ملت افغانستان ارتباط داره. هیچگاه ما به حیث یک فرد، یک قوم مشخص، یک گروه مشخص نمیتونیم در این راستا تصمیم بگیریم و لویه‌جرگه میتونه که در این راستا تصمیم خود رسما اعلان بکنه. پس به این ترتیب تماس در این طور موارد ملی فکر میکنم نه به وفاق ملی است نه به مصلحت افغانستان هست. نمایندگان مردم در مجلس تاکید می‌ورزند که به رسمیت شناختن خط دیورند بدون گرفتن هیچ امتیازی از پاکستان به سود کشور خیانت ملی است و هیچ حکومت نمیتواند بدون اراده مردم درباره این خط تصمیم بگیرد. در غیر آن لکه ننگ در تاریخ افغانستان خواهد بود.